ثبات سیاسی مقدمه ثبات اقتصادی است به این دلیل که سرمایه گذاران به دنبال یک محیط با ثبات برای پول خود هستند و کشوری که در آن دائما دولت تغییر می فاقد سیاست است که سرمایه گذاری ها را به بازدهی برساند در همین راستا پایگاه یاهو فاین فاینانس با انتشار مقاله مفصل نگاهی به سی کشور بی صبات جهان انداخته است همکارم هولا عبدالمجید گزارش می دهد. وبسایت یاهو فایننس با انتشار مقاله‌ای و با در نظر گرفتن جزئیات و جوانب به مختلف جهانی نگاهی به برخی از بی صوبات ترین کشورهای جهان انداخته و فهرستی از سی کشور بی صوبات اول در دنیا را ذکر کرده است. این گزارش برای گردآوری این لیز از شاخص موسوم به شاخص شکنندگی کشورها در سال 2022 استفاده کرده است. در این گزارش این شاخص بر پایه عواملی مانند قدرت دولت مشروعیت دولت مداخله خارجی و فرار مغزها به همراه چندین عامل دیگر تعیین شده و عددی تحت عنوان امتیاز شکنندگی برای هر کشوری بر پایه این عوامل ذکر شده است در این گزارش در مورد عراق چنین آمده است امتیاز شکنندگی عراق طبق شاخصهای موجود 93 ممیز 8 دهم درصد است. جمهوری عراق به عنوان یک کشور در غرب آسیا ده ها سال است که از خشونت رنج میبرد. این کشور تا سالها قبل و برای چندین دهه توسط یک دیکتاتور نظامی وحشی اداره می شد. اما با وجود روی کار آمدن دولت جدید در عراق هنوز شاهد صلحی پایدار در این کشور نیستیم این گزارش همچنین درباره سوریه نوشته امتیاز شکنندگی سوریه 108 ممیز 4 درصد است سوریه در دو دهه گذشته شاهد درگیری های مداومی که در سال 2011 به یک جنگ داخلی شدید تبدیل شد بوده است. این جنگ داخلی همچنان در این کشور خرابی به بار می آورد. بخش از این کشور در کنترل شش گروه مختلف است. با وجود آتش بسی که در سال 2020 در سوریه اعلام شد، درگیری ها همچنان در سوریه به صورت پراکنده ادامه دارند. کشورهایی همچون آمریکا، ترکیه و روسیه از گروههای های مختلف در سوریه حمایت اند و اسرائیل نیز حملات هوایی و بمباران در سوریه را اجرا می کند. جنگ در سوریه میلیونها نفر آواره و صدها هزار کشته در پی داشته است. گزارش این وبسایت درباره یمن هم نوشته امتیاز شکنندگی یمن 111 ممیز 7 درصد است. جمهوری یمن دومین کشور عربی بزرگ در غرب آسیا است. مانند سوریه مناطق وسیعی از یمن نیز تحت کنترل گروه های مختلف بوده و جنگ داخلی در این کشور باعث کشته شدن صدها هزار نفر شامل ده ها هزار کودک شده است. این گزارش همچنین به لبنان اشاره کرده و می نویسد جمهوری لبنان امتیاز شکنندگیش 91 ممیز سه دهم درصد است. جمهوری لبنان یک کشور آسیایی است که واحد پولی آن حالا تبدیل به یک الگوی جهان از چیزی که باید از آن اجتناب کرد شده است. ارزش واحد پول پوند لبنان در فوریه 2023 90 درصد کاهش یافت اما نرخهای این ارز در بازار سیا حتی پایین تر از نرخ رسمی نیز رفته است این گزارش درباره افغانستان هم نوشته امتیاز شکنندگی افغانستان 105 ممیز 9 دهم درصد است. این کشور یکی از فقیرترین کشورها در جهان است که در چند دهه گذشته شاهد تلاتومات مداوم بوده است. هورا عبدالمجید اخبارشیه.